سلام. خیلی از بچه هایی که فیزیک خوندن علاقه من میشن که برن سراغ نوروساینس و براشون سواله که مثلا با کی کار کنیم، کجا کار کنیم، چه موضوعاتی کار کنیم. و چند تا ایمیل هم من اخیرا گرفتم از آدم هایی که مثلا راجع به این چیز از من میپرسن. اول از همه من تخصصم نوروساینس نیست و هیچ چیزی به عنوان متخصص نمیتونم راجع به این بگم. میتونم تجربه شخصیم رو بهتون بگم. خیلی از آدمایی که میرن سمت نوروساینس معمولا سمت سیستم های پیچیده میرن، به همین خاطر من میتونم از این سمت ماجرا بگم. ولی میخوام قبلش مقدمه ای بگم از اینکه درک من از نوروساینس چیه با عنوان کسی که فیزیک خونده. بذارید اینجور شروع کنم که اگر یکی من بگه فیزیک چیه، من تقریبا یه چارچوب منطقی براش تو ذهنم سراخ دارم، چون فیزیکی علم خیلی قدیمیه، یک جریان اصلی داره که موضوعاتش مشخصن، سوالا مشخصن، روش شناسیش مشخصه. و شما حالا فوقش میتونید نگاه کنید که اخیرا مثلا در 10-20 سال گذشته چه موضوعات خیلی عجیب غریبی وارد فیزیک شد. اما نوروساینس این شکلی نیست. یعنی وقتی شما من میگید نوروساینس، من واقعا نمیدونم شما در رابطه به چه جنس از مسئله هایی حرف میزنید. یا اینکه بعضی از آدما وقتی میگن نوروساینس منظورشون اصلا شبیه به چیزی نیست که میگن. یعنی شما از یه سمتی مثلا به مسئله مغز علاقه دارید، بعد این میتونه هر جوری تفسیر بشه، هر نگاه محاسباتی توش باشه. میتونه اصلا بعضی ها میگن AI هوش مصنوعی و میگن اینم نوروساینس، در صورتی خیلی به طور جدی با این نظر مخالف. یا مثلا ماشین لرنینگ آیا همونه یا نه. خلاصه که خیلی بازار شامیه این نوروساینس و شما باید ببینید که کجا ها رو نشونه میگید. یه بخشی از کار اصلا کاملا مثلا برمیگرده به روانشناسی و مسائل شناختی، یه بخشش برمیگرده به روش کاملا محاسباتی. در این حال میبینید یک عالم کار ریاضی جدی هست روش. برای همین خیلی مهمه که آدم وقتی میخوام بگم من نوروساینس میخوام بخونم چی بخونم. یعنی اصلا یکی بیاد به من بگه که برای یادگیری نوروساینس چه چیزایی لازمه، من نمیدونم. ما یه جلسه مفصلی تابستون فکر کنم 2 سال پیش داشتیم و راجع به نوروساینس حرف زدیم، ویدیوش هست، 3-4 تا آدم متخصص رو جمع کردیم و راجع به این مفصل حرف زدیم. برای همین حتما توصیه میکنم اون ویدیو رو ببینید و نمیتونم هم خلاصش کنم. خب اما من خودم زمان فوق لیسانس هم یه درس 3 واحدی فکر کنم مقدمه بر نوروساینس داشتم توی دانشگاه بهشتی، توی اون پایین نمیدونم اسمش دقیقا چیه ولی دانشگاه فیزیک نبود، یه درس 3 واحدی خیلی معمولی، حتی به نظرم زیادم خوب نبود به خاطر اینکه خیلی بیسیک بود و درست تنظیم نشده بود. ولی خب اونجا بیشتر ایده این بود که خب ما یک کلیتی بدونیم که نورون چیه، نورون چجوری کار میکنه، بعد این نورون ها یه شبکه ای درست میکنن، بعد از این شبکه مثلا چیزا خیلی ابتدایی که هر کسی باید بدونه، بعد مثلا یک کمی روش های محاسباتی رو جبش یاد گرفتیم. ولی من خب بیشتر از اون هیچ موقع نوروساینس کار نکردم. اما مثلا من یه مدرسه تا به سونه رفتم 3 سال پیش نروژ به اسم کامپیوتیشنال نوروساینس، یه همچین عنوانش خیلی کلی Mathematical Methods in Computational Neuroscience. و علتش هم این نبود که من کارم نوروساینس بود، علتش این بود که اون چیزی که بهش من کامپیوتیشنال Methods خب من ازش استفاده میکنم، بخشی از اون ابزارها خیلی شبیه هستن به ابزارهای نظری که یادگیری ماشین رو هم جلو میبره. برای همین اگر شما مثلا روش های مختلف رو یاد بگیرید، یا مثلا آرتیفیشال نورال نتورک یاد بگیرید، آن ربط داره. این سامر اسکولی که من رفتم هم هر سال داره برگزار میشه و میتونید برید سایتش رو ببینید، عنوان سخنرانش رو ببینید، جنس کاری که کردن رو ببینید، این چیز هاست. و منم درکم از نوروساینس اینجوریه، یعنی ریاضی هایی که ما استفاده میکنیم، که مثلا شما یه دیتایی دارید میخواید چیزی ازش استنباط کنید، یا مثلا این مدل جنس ها.
و علاقه شخصیم هم به نوروساینس برمیگرده به اون تیپ از مسئله هایی که مثلا یاسر رودی دنبال میکنه. ما با یاسر این بار حرف زدیم و ویدیوی مصاحبه با یاسر هم توی سایت هست، توی اینستاگرام و یوتیوب هم هست، میتونید اونو ببینید. روش هایی که یکی هستی که فیزیک خونده و مکانیک آماری بلده داره یه اینجور مسئله ها اعمال. حالا یه سری سوال هست، مثلا من اگه تو فوق لیسانس خواهم نورسنس رو کنم چیکار کنم؟ به نظر من خاطر مهم نیست که دقیقا شما اگر فیزیک باشید یا برید سمت رشته های مربوط به فیزیک، یعنی مثلا ریاضی سمت محاسباتی یا کامپیوتر سمت محاسباتی مسئله، به نظرم همین که یه جوری کارتون رو یه مربوط نگه دارید خوبه. نگران این نباشید که حالا نشد دکتر ها موقع فرصت دارید که برید جای جدی تر اپلای. چون تقریبا توی ایران هیچ مؤسسه یا دانشگاهی اونقدر مثلا دیدیکیتد به شما تعلیمات نوروساینس نمیده، اصلا چیزی هم که اینجا یاد دارم شاید یه جای دیگه هم به درد نخوره. خب برای همین توی فوق لیسانس هر جایی که بشه برید خوب، یعنی هر جایی که یادم رو پیدا کنید که یه ذره کارهای محاسباتی جدی کنه. اصلا شاید هم که تو ما بتونید توی فوق لیسانس یه پروژه انجام بدید که خیلی برنامه نویسی داشته باشه، این بهتون کمک. مثلا من چندان ارتباط بین کوانتوم مکانیک و نوروساینس رو درست متوجه نمیشم، برای همین شاید زیاد نباید وقت کسی که به نوروساینس علاقه من باشه خودش درگیر پروژه کوانتی زیاد کاری کوانتوم داشته باشه. بله خب مثلا شما جبر خطی یاد میگیرید تو مکانیک کوانتوم، ولی خب این دلیل نمیشه که وقتتون رو توی پروژه های خرج کنید که اینجوری باشه. برید سمت مسئله های مکانیکال مایند. بعد مثلا دیگه چی؟ کدوم دانشگاه تو ایران بند؟ ببینید خب همه این دانشگاهی که تو فیزیک آماری اسم و رسم دارن خوبن، شریف خوبه، مثلا بهشتی خوبه، دانشگاه صنعتی اصفهان خب خوبه، الان هم امسال گرایش سیستم پیچیده دارن، بس شیراز خوبه. شیراز به طور خاص مثلا من نمیدونم هنوز دکتر منتخب دانشجو میگیرن یا نه، خب مثلا دکتر منتخب دو آدم اگه به شدت نوروساینس کار کرد خب میتونید کارشون رو دنبال. یا میکنم اخیرا دکتر رمضان پورم رفته شیراز واسه همین ایشون هم خیلی خوبه، مثلا من میشناسم تو شیراز توی صنعتی اصفهان خب چند نفر آدم هستن. در کل اون جاهایی که فیزیک آماری خوب دارن به نظرم داره بازم. و یه چیز کلی این که توی فوق لیسانس چندان مهم نیست، چیزی که براتون باید مهم باشه اینه که یه سری مهارت های محاسباتی رو یاد بگیرید، بعد اون موقع توسعه دکتر اگر هنوز تصمیم ندارید باشه میتونید اپلای کنید برید جایی که مثلا روی مسئله های خاصی هست. و اینکه چون نوروساینس هم خیلی چیز زرق و برق داده شده، یک عالم کورس اینترنتی رو داره از روی یوتیوب و همه این پلتفرم ها مثل کورسرا و ایدکس و MIT و اینا و حتی این کانال تلگرام کامپلکس سیستم استفاده چک کنید، هزار جور توتوریال و ویدیو و لکچر نوت و همه چیز هست، یعنی واقعا منابع برای شروع خیلی زیاد. برای همین اصلا نگران نباشید کدوم دانشگاه دارید، برای خودتون یک کمی علاقه و دم همت داشته باشید میتونید خلاصه اونجوری که میخواهید برسید. امیدوارم که خوب باشید و تابستون پیش رو فرصت های زیادی بهتون بده برای یعنی.